الو، سلام سعید. تو یه کتی؟ آره گوش کن ببین چی میگم. تا نیم ساعت دیگه از هتل خارج میشی و به این آدرسی که میگم میای. تنها؟ آره خود تنها. پس راحیل چی؟ اون باید فعلا تو هتل بمونه تا ما کارمون تموم بشه. چه کاری؟ وای سعید، به جای این همه سوال بیا به این آدرسی که الان بهت میگم. صبر کن ببینم آشنایی که گفتی چی شد؟ میتونه کاری بکنه یا نه؟ داره تمام تلاششو میکنه. مگه قرار نبود تو بیای هتل؟ سعید چرا متوجه نیستی؟ وقت زیادی نداریم. تیام اینجاست. یعنی چی اینجاست؟ تیام اومده اینجا. الان تو همین شهره. تو از کجا فهمیدی؟ از طریق رحمان، همون آشنا. اوه، پس با این حساب جای ما اینجا امن نیست. تو نگران نباش. رحمان یه جای مطمئن برامون پیدا کرده. پس راحیل چی میشه؟ باید یکی یکی از هتل خارج بشیم. تیام همه جا آشنا داره، ممکنه شناسایی بشیم. اول تو میای، یه ساعت بعدم راحیل. خیلی خوب باشه. آدرسو برام اس ام اس کن. جایین چی سعید؟ تو کجا باید بری؟ کتی از طریق همون آشناش واسمون یه جای امن گیر آورده. باید بریم اونجا. البته جدا جدا. چرا؟ واسه اینکه اینطوری امن‌تره. کتی گفت تیام اومده اینجا. واقعا؟ آره. نمیدونم این لعنتی چطوری تونسته ردمونو بگیره. همونطور که شماره خط امارات منو پیدا کرده بود. خیلی خوب. باید زودتر از اینجا بریم. راستی ایمیلتو چک کردی ببینی پاسپورت جوابی داده یا نه؟ آره دیدم ولی هنوز جوابی نداده. بهتر نیست باش تماس بگیریم؟ تا اون بخواد صحت و سقم این مدارک رو چک کنه یکم زمان میبره. ولی ما زمانی نداریم که بخوایم صبر کنیم. باید زودتر بفهمیم روز کجاست. میدونم. صبر کن. فعلا این آدرس رو یادداشت کن. مطمئنی اگه تنها بری بهتره؟ آره اینطوری اگه اتفاقی هم بخواد بیافته حداقل یه نفرمون میتونه فرار کنه. سعید دلم شور میزنه. نگران نباش راحیل، همه چی درست میشه. بعد از اینکه من رفتم تقریبا یک ساعت دیگه تو از هتل خارج میشی و یه تاکسی میگیری و به این آدرس میای. تو این فاصله من مرتب باهات در تماسم. باشه، مراقب خودت باش. بیا اینم پیش تو باشه بهتره. من بلد نیستم با اسلحه کار کنم. اگه لازم شد فقط کافیه این زامنو بکشی و شلیک کنی. پس خودت چی؟ من میتونم از پس خودم بر بیام، نگران نباش. خب من دیگه باید برم. باشه، مواظب خودت باش. ببین تحت هیچ شرایطی تا قبل از یک ساعت از اتاق خارج نشو. باشه حتما. فعلا خداحافظ. ببینم خداحافظ. الو بفرمایید. راهی من امروز روز عزیزم حالت خوبه؟ کجایی؟ تونستم از دستشون فرار کنم. چی؟ الان تو جاده یم نمیدونم کجا. روز همین الان با پلیس تماس بگیر. گوش کن راهی، تیام میخواد تو رو بکشه. الانم اومده کویت. یه نفر به اسم کتی جای تو رو به اونا لو داده. چی؟ تو از اونجا باید بری، زود باش. مطمئنی؟ آره حرفاشونو خودم شنیدم. از اون هتل سری برو بیرون. سعید چی اون خبر داره؟ مگه سعید پیش تو نیست؟ نه اون همین الان رفت وادسی که کتی داده. قرار بود منم تا یه ساعت دیگه برم اونجا. نرایی اون دختر کتی جاسوسه. با سعید تماس بگیر. به وجود برگرده. روز من نگرانتم. نگران من نباش، مواظب خودت باش راهی. ببین همین الان با بازپرس تماس بگیر، همینطور با بهروز. باشه باشه. ای خدایا سعید گوشی رو بردار. شما با سعید سلطانی تماس گرفتید. لطفاً پیغام خود را بگذارید. با تشکر. الو سعید، منم راحیل. سری برگرد هتل. خدایا حالا چیکار کنم؟ این آسانسور لعنتی چرا بالا نمیاد؟ فهمیدم بلا. Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل پنجم. سعید جون خواهشم تعارف نکن. نه همینطور شما رو ایل خانم، این غذا همش باید خورده شه وگرنه خانم هم ناراحت میشه. خودمونی مسعود دستپخت خانمات حرف نداره. من عاشق غذاهای لبنانی ام، واقعا خوشمزه. موسی جان مسعود خان، پس چرا خانمتون نمیاد غذا یخ میکنه؟ وقتی مهمون میاد داریا آخرین نفریه که میاد سر میز، همش میترسه یه چیزی کم باشه. چه جالب، این اخلاق شبیه خانمای ایرانیه. این تعارفاتش به مادرش رفته. آخه داریا دورگه است، مادرش ایرانیه، پدرش لبنانی. پس فارسیش باید خوب باشه. آره فارسیش خیلی خوبه، البته دستپاچه گرسه. افتادین حسابی تو زحمت. نه خواهش میکنم، اینجا خونه خودتونه. ممنون، این از لطف شماست. من و این آقا سعید سالها با هم همخونه بودیم، قد به این زحمت دادم که اگه بتونم یه ذرهشو جبران کنم هنر کرده. ای بابا. خب چی شد بالاخره از دبی دل کندی اومدی کویت؟ والا داستانش مفصله، باید سر فرصت برات تعریف کنم. من خیلی خوشحالم شما به اینجا اومدین. دوستای مسعود دوستای منم هستن، پس لطفاً راحت باشین. داریا خانم غذاتون فوق العاده خوشمزه بود و ممنون از پذیرایی گرمتون. تشکر آقا صحیح. خانم اگه خسته هستین میتونین برین طبقه بالا استراحت کنین. میخواین من راهنماییتون کنم؟ ممنون میشم. خب سعید جان تعریف کن جریان چیه؟ ببینم این واقعیت داره که راهی بوم گذاری کرده؟ ظاهرم خبرش همه جا پیچیده. آره البته اینطوری که روزنامه‌ها شلوغش کردن نیست، یه بمب دستی بوده که قرار بوده تو اتاق یادم عوضی منفجر بشه که بر حسب اتفاق اونجا منفجر نشده. پس یعنی قضیه سیاسی نبوده؟ نه بابا سیاسی کجا بود، مسئله کاملا شخصی بود. خب تعریف کن ببینم اصل قضیه چی بوده. ببین مسعود جان هرچی کمتر بدونی بهتره، من و راهیلم صبح زود از اینجا میریم. کجا میخوای بری مرد حسابی؟ بعد این مدت تازه دیدمت، مگه میذارم بری؟ نمیخوام برای درد سر درست کنم. گوش کن سعید جان، من همه جوره با آدم، انقدر به گردنم حق داری که هیچ رقم نمیتونم جبران کنم. راستش جهت تعقیبیم. چی؟ آره دنبال یه جای امن میگردیم تا یه چند وقتی که بتونیم بریم اروپا. پلیس دنبالتونه؟ فعلا از پلیس بدتر، افراد تیام دنبالمونن، همون که رایل میخواست بکشتش. تیام همون میلیاردر فراری. اینطور که میگن یارو خیلی اختلاس کرده. تو از کجا میدونی؟ مگه اخبار ایرانو گوش نمیدی؟ دائم داره در مورد این آدم حرف میزنه، ظاهرن پلیس دنبالشه. جدی میگی؟ تو اینترنت هم خبرش پر شده. راستش اولش باورم نمیشد که تویی، ولی دیدم نه بابا رفیق اون معروف شده و ما بیخبر. بس بگو چرا تیام مثل افعی زخم خورده داره دنبالمون میگرده؟ چون پلیس دنبالشه. خب چرا همینجا نمیمونین؟ تو این کشور غریب کجا میخواییم بریم؟ به کی میخوایی اطمینان کنم؟ نمیدونم به کی اطمینان کنم، تو شرطی که حتی نام زدم بهم خیانت کرد. دست شما درد نکنه. بس میخوایی بگی اما بهم حق بده، چون کتی نام زدن به راحتی منو به پول فروخت. همون دو سال پیش که با کتی آشنا شدی بهت گفتم عزیز من این دختر به درد تو نمیخوره سعید جان، ولی گوش نکردی، فکر کردی من حسودی میشه. به خدا از همون موقع که رابطه‌مون قطع شد از دست شاکی بودم که چرا رفاقتمونو بی خودی خراب کردی. نمیدونم، شاید یه جوری میخواستم خلای از دست دادن راهیلو جبران کنم. فکر نمیکردی بعد این همه سال دوباره ببینیش، اونم اینطوری از دست سرنوشت نمیتونی فرار کنی. چیه؟ منتظر کسی هستی؟ این وقت شب؟ نه پس کی؟ مثل این که پلیسه. پلیس؟ مطمئنی؟ چیکار کنم؟ برم در رو باز کنم؟ باز کن ببین چی میگم، ولی زود دست به سرشون کن برن. خیلی خوب باشه، تو بیرون نیا. کی بود سعید خان؟ پلیس ظاهرن. پلیس؟ چیکار دارن؟ مسعود رفتم در ببینه چیکار دارن.
آخه پلیس، اونم این وقت شب. چی شد مسعود؟ هیچی بابا، واسه دعوای همسایه بغلی بود. شما به دنبال حقیقت هستین؟ ممنون. پاشو سعید جان، یکم استراحت کن تا فردا ببینم چی کار میتونم برات بکنم. یه جوری بفرستمت بری که دست هیچکی بهت نرسه. مرسی.